مقام های چینی روز جمعه تعدادی حیوان از جمله موش، مرغ، خرگوش و کبوتر را در نزدیکی محل انفجار هفته پیش در شهر تیانجین نگهداری کردند. این اقدام به منظور آرام کردن مردم و از بین بردن دغدغه آنها درباره آلوده بودن منطقه به مواد سمی صورت گرفت. مسئولان بارها تأکید کردند که آلاینده های موجود در پی انفجار از جمله سیانید سودیوم هیچ خطری را متوجه مردم نمی کند. رئیس مرکز اضطراری وزارت حفاظت از محیط زیست گفت بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده آلودگی هوا در منطقه تحت کنترل است و آلودگی های زیست محیطی بیش از استانداردهای ملی نیست. علا رغم نظر مقام های محلی روز پنجشنبه تصاویری از هزاران ماهی مرده در رودخانه شهر منتشر شد بسیاری خواهان آن هستند که دولت خانه هایشان را خریداری کند یکی از شهروندان میگوید تقاضایم این است که دولت خانم را بخرد تمام منطقه همچون شبهی بر سر پسرم سایه افکنده دیگری میگوید بزرگترین مشکل ما آلودگی شیمیایی است این بزرگترین نگرانی همه است آبی که فرزندانمان می نوشند و هوایی که تنفس می کند. در پی انفجار هفته پیش در شهر تیانجین بیش از 100 نفر جان باختند فاجعه مرگبار هنگامی اتفاق افتاد که یک انبار چند تنی از مواد شیمیایی در این شهر بندری منفجر شد